پیپر ویو سامرسلم 2020 که با شعار You Will Never See It Coming آغاز شد با بازگشت بحث برانگیز رومن رینز به اتمام رسید. گزارش و بررسی پیپر ویو سامرسلم 2020 رو اگه ندیدید روی لینکی که بالا ظاهر میشه میتونید کلیک کنید و ببینید. توی آخرین مسابقه این پیپر ویو The Fiend در مقابل برون استرومن مسابقه فالس کاونت انیوری سر کنارمند یونیورسال دادن که نتیجه این مسابقه پیروزی The Fiend و قهرمان جدید کنارمند یونیورسال شدن بود. تا The Fiend کنارمند رو برداشت و لبخندی اومد رو صورتش، سر و کله رومن رینز پیدا میشه و به The Fiend و استرومن حمله میکنه و کمربند یونیورسال رو برمیداره و این به این معنیه که رومن برای قهرمان شدن مرگشت و درگیری جدیدی استارت خورده. The Fiend Bray Wyatt از زمانی که پا به رینگ گذاشته و با کشتیگران مختلف درگیر شده یه المان ثابتی رو به نمایش گذاشته و اونم اینه که با هر کی درگیر بشه کاراکتر حریفش عوض میشه. به طور مثال زمانی که فین بلر کاراکتر فیسی رو دنبال میکرد با درگیر شدن با The Fiend کاراکترش هیل شد، هرچند که فین بلر رو از بالاترین سطح برگردوندن به NXT. وقتی با دنیل برایان که هیل شده بود درگیر شد، دنیل برایان کچل کرد و تبدیل به کاراکتر فیس شد. این اتفاق برای ست رولینز و برون استرومن هم افتاده. پس The Fiend Bray Wyatt چنین قابلیتی داره. از طرفی کمپانی WWE اومد چنین شخصیت جدید و به اصطلاح قول شکست ناپذیر رو توی پیپر ویو سوپر شودان که توی عربستان سعودی برگزار شد در مقابل گولدبرگ کشت و کمربند یونیورسال از دست The Fiend در اومد و گولدبرگ به بدترین شکل ممکن تونست The Fiend رو شکست بده و قهرمان کمربند یونیورسال شد. که چی بشه؟ توی رسلمنیای 36 گولدبرگ سر کمربند یونیورسال با رومن رینز مسابقه بده و رومن رینز قهرمان جدید کمربند یونیورسال بشه، که به دلیل ویروس کرونا و مشکلاتی که در اون تاریخ به وجود اومد رومن رینز حاضر نشد که در رینگ مسابقه بده. پلن دوم این بود که جف هاردی رو در مقابل گولدبرگ قرار بدن و قهرمان جدید یونیورسال جف هاردی معرفی بشه، که تو لحظه آخر وینس مکمن قرعه رو به بران استرومن میندازه و بران میتونه با شکست دادن گولدبرگ قهرمان کمربند یونیورسال بشه. پیروزی بران استرومن خوب بود، نمیشه گفت حقش نبود، اما The Fiend Bray Wyatt سر هیچ و پوچ توی سوپر شوداون نابود شد. بعد یه مدت غیبت The Fiend توی شوها سر کلش دوباره پیدا میشه و چندین ماه با بران استرومن درگیر میشه که در نهایت میتونه با شکست دادن بران استرومن قهرمان کمربند یونیورسال بشه، که این اتفاق به نظر من خوبه، اما تا زمانی که سر و کله رومن رینز پیدا میشه. توی پیپر ویو پیبک 2020 این سه کشتیگیر یعنی رومن رینز، بران استرومن و The Fiend Bray Wyatt مسابقه نو هولد بار تریپل ترت سر کمربند یونیورسال خواهند داد که برنده این مسابقه باید The Fiend Bray Wyatt باشه. در غیر این صورت برای بار دوم کمپانی WWE یا بهتر بگیم وینس مکمن The Fiend Bray Wyatt رو از بین میبره و قطعا ریت شو افت میکنه. در نظر بگیرید که این همه برنامه و مسابقه و مقدمه چینی برای The Fiend درست میکنن، بعد توی یه چشم هم زدن میزنن نابودش میکنن، که این برای آینده خیلی بده. این درگیری بهتر بود که اول با رومن و استرومن شروع میشد، که هرچند درگیری این دوتا خیلی تکراریه، بعد رومن میرفت سر وقت The Fiend. پس اگه توی پیبک 2020 رومن رینز قهرمان جدید کمربند یونیورسال بشه، عنوان قهرمانی کمربند یونیورسال تبدیل به یه جوک میشه و روند استوریا برای این عنوان قهرمانی به درد نخور و کسل کننده خواهد بود. نکته ای که برای بازگشت رومن رینز خیلی تو چشمه اینه که رومن رینز هیل شده یا فیس. The Fiend Bray Wyatt که قطعا باید هیل باشه، اصلا نمی گنجه با این سیس The Fiend وارد بشه و به تماشاشیان دست بده و بچه ها از سر کولش بالا برن و اصلا جزو محالات. برون استرومن که فیس بود با حمله کردن به الکسا بلیس نشون میده که چنج کاراکتر خورده و هیل شده. رومن رینز وقتی برمیگرده به جفت اینا حمله میکنه، اما اکتش جوری نبود که بگیم با یه شخصیت فیس برگشته، پس نشون داده میشه که رومن رینز هم هیل شده. در نظر بگیرید که درگیری با The Fiend یه آپشن داره، اونم اینه که کاراکتر رقیبش رو چنج میکنه، پس ممکنه رومن رینز توی آینده تبدیل به کاراکتر فیس بشه. این چیزیه که همه دارن دربارش صحبت میکنن و بین این دوتا کاراکتر برای رومن رینز موندن. اما به نظر من رومن رینز نه هیل نه فیس، همون چیزی
چیزیه که قبلا خودش گفته، The Guy، یعنی کاراکتر لنگ در هوای خودمون که توی ویدیوهای قبلی مفصل دربارش توضیح دادم. شما هم میتونید توی کامنت ها نظراتتون رو بدید که آیا رومن رینز هیل شده یا فیس یا چیزی که بین این دوتاست و چه آینده‌ای در انتظار این کشتیگیر هستش. رومن رینز وقتی وارد میشه روی تیشرتش نوشته شده که Wreck Everyone and Leave، یعنی همه رو خراب کنید و بزنید به چاک. این کاریه که در حال حاضر گروهی به نام Retribution دارن انجام میدن. گروه Retribution گروهی هن که به ساختمون WWE حمله کردن، رینگ مسابقات رو نابود کردن و جدیدن با حمله به ری مستریو و دامانیک باعث شدن که سر ری مستریو خونریزی کنه و مصدوم بشه. قبل از اینکه خودشون رو معرفی کنند و ماسک رو از روی چهرهشون بردارن تا حدودی شناسایی شدن و حدسایی زده میشه که اعضای این گروه کشتیگیران NXT با نامهای میایم، کیدن کارتر، چلسی گرین، دیو مدن، دامانیک داجاکوویک، شین تورن باشن. ولی هنوز لیدر این گروه مشخص نیست. آیا لیدر رتریبیوشن رومن رینز؟ این چیزیه که تو گذر زمان مشخص میشه و باید دید که هدف بعدی گروه رتریبیوشن چه خواهد بود. حتی شایعاتی وجود داره که ممکنه سی ام پانک توی این موضوع دستی داشته باشه و عضو یا حتی لیدر این گروه خرابکار باشه. First person I thought about, honestly, was CM Punk. Punk got to get in and brush his knuckles up. Okay. You know what I mean? Get a piece of this action, man. Now, I know the money. I know the money got to be right. Okay? I know that. Okay? We all know that. But we it's an opportunity. You want to see me get that first MMA win, right, folks? Thanks, brother. Oh, Punk, didn't everybody think that you were going to be the leader of this new group that we have, the Retribution, I believe they're called? No, I'm the hacker. I still haven't. We're gonna get. You're coming. You're a busy guy. I know, man. رومن رینز علاوه بر این که با تیشرت خاصی که پوشیده بود تونست ذهنها رو یکم درگیر کنه، یه تغییراتی توی دندوناش هم داده که باعث میشه رندی اورتون مسخرش کنه و توی پستی میگه خیلی خوب بود که دیدیم The Big Dog رومن رینز برگشته. رومن هم توی جواب میگه که اگه من جای تو بودم 3 در مورد خودم حرف میزدم، چون هیچ کس در مورد تو حرف نمیزنه. رندی اورتون کم نمیاره و در جواب میگه شنیدین برا بچه صاف از دهن هست. البته Straight from the horse's mouth یه اصطلاحی که معادلش توی فارسی نیست. به هر حال این دوتا توی سوشال مدیا با هم درگیر شدن و باید دید که این تیکه انداختن رندی اورتون به رومن به کجا کشیده خواهد شد. به نظرتون دندون خوشگل کمپانی که توی شو اسمکداون فعاله با The Viper رندی اورتون که توی شو را فعاله، میتونن این بگومگوها رو تبدیل به یه فیود کنن و ما مسابقه این دو رو در رینگ ببینیم؟ پیپرویو پیبک 2020 امسال از اون پیپرویوهای عجیب خواهد بود، چرا که کلن مسابقاتش توی یه هفته ثبت شدن و فاصله برگزاری پیبک 2020 با سامرسلم 2020 7 بوده. هنوز معلوم نیستش که چرا این پیپرویو انقدر سریع داره برگزار میشه. با این حال تا به الان برای این پیپرویو 6 مسابقه ثبت شده. بیلی و ساشا بنکس در مقابل شینا بیزلر و نایا جکس سر کمربندان تک تیم زنان مسابقه خواهند داد که به نظر من وقتش رسیده که ما قهرمانان جدید کمربندان تک تیم زنان داشته باشیم. آپولو کروز در مقابل بابی لشلی مسابقه معمولی سر کمربند یونایتد استیت. دفین بری وایت در مقابل رومن رینز در مقابل بران استرومن نوع مسابقه نو هولز بار تریپل ترد سر کمربند یونیورسال. کیتلی در مقابل رندی اورتون نوع مسابقه معمولی. مات ردل در مقابل کینگ کوربین نوع مسابقه باز هم معمولی. دامانیک و ری مستریو در مقابل ست رولینز و مورفی مسابقه تک تیمی خواهند داد و قطعا باید مسابقات بیشتری برای این پیپرویو ثبت شده باشه که مشخصه همه مسابقات قرار لحظه آخر معرفی بشن. و نکته آخری که باقی مونده در مورد کیتلیه. کیتلی از NXT وارد بالاترین سطح در شو را شده، اما به سادگی این کشتیگی رو زدن نابود کردن و تم ورودش رو تغییر دادن و به بدترین شکل ممکن درش آوردن و اون ابهتی که کیتلی توی NXT داشت توی شو را
نداشت. از اون بدتر گویا اسمش رو قرار کوتاه کنن و لی از اسم کیت لی حذف خواهد شد و ما از این پس این کشتیگیر رو به نام کیت میشناسیم. کارش هم نمیشه گرفت تا وقتی وینس مکمن هست این مشکلات هم هست. امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید و برای دوستانتون هم بفرستید. اگه جدید هستید همین الان کانال یوتیوب منو سابسکرایب کنید و زنگوله کانالش رو فعال کنید. در ضمن با استفاده از raymeet.ir/thegame666 میتونید منو حمایت کنید. مثل همیشه تا ویدیوی بعدی مراقب زیباییتون باشید. No.